شروع کنیم این درس رو و بخوایم که خدا فیض بده با آنچه که یاد میگیریم نام خدا رو جلال بدیم خداوند تو رو شکر میکنیم برای این روز عالی که تو آفریدی شکرت میکنیم برای پیغامی که امروز شنیدیم خداوند میخوایم واقعا آنچه را که تو برای ما انجام دادی و در ما قرار دادی و آنچه که هستیم میدونیم که هویت ما در توست پس تک تک ما را به کار ببر با شناختی که داریم خداوند بگذار که اون دید و رویاه عالی رو از تو بگیریم و در نقشه الهی تو حرکت کنیم تمام هدف اینه خداوندا که نقشه تو اراده تو آنچه در آسمان تصمیم گرفتی در زندگی های ما انجام بشه در نام عیسی مسیح از خدای پدر می‌طلبم. آمین. آمین خدا را شکر ما جلسه اول در مورد آفرینش صحبت کردیم خلقت و همینطور که وقتی که یک انسان خلق میشه چقدر خارق‌العاده است و این تصویری که نشون دادیم در مورد تمام کهکشان بود که بزرگترین عکسی که از تمام بهش میگن منظومه شمسی هست در واقع دورترین عکس رو که یک صلیب در واقع توش و اسمش هست چشم خدا رو نشونتون دادیم و همینطور ریزترین وجودی که وجود داره تا دو تا اتم یا دو تا پروتون به هم وصل بشن لومینین بود که اون هم یک عنصریه که وجود هر پیوستیه یعنی اگه وجود نداشته باشه همه چیز معلقه هیچ چیزی به هم وصل میشه حتی یک ذره هی. و اون هم شکل صلیبه پس خدا در آفرینشش تمام اون خلاصه کرده اون کار و عملش رو بر روی صلیب که ما رو وصل میکنه به خداوند و وصل میکنه به همدیگه هدف این درسا رو با هم مرور کردیم که هدف درسها شناخت است کلام خدا میگه قوم من از عدم معرفت هلاک شدن ما به خاطر نداشتن این شناخت ها هستش که نه در روابطمون میتونیم خوب عمل کنیم و همینطور نه در رابطمون با خدا همینطور بفهمیم کجا در نقشه الهی خدا قرار داریم پس خیلی مهمه که ما درک کنیم واقعا ساخت ما چی هست و دیگران رو همونطوری درک کنیم هدف شناخت شخصیت ها که امروز در اون فوکوس خواهیم کرد و چهار شخصیتی که در واقع چهار عنصر اصلی شخصیت ها هستش با هم بررسی می کنیم و این در واقع فقط این نیست که من خودم رو بشناسم من می افرادم بشناسم که بتونم پیغام رو بهشون برسونم شما برای اینکه ارتباط برقرار کنیم با هم دیگه که همونطور که مطالعه کردیم در دفعه قبل که اصلا آفرینش هدفش دو تا چیز بود کسی میتونه بگه دو هدف اصلی آفرینش مشارکت و پرستش یعنی ما اصلا آفریده شدیم مشارکت کنیم چه با هم دیگه و چه با خدا و همینطور خدا رو بپرستیم که گفتیم در مورد سرودای حتی دنیوی که خونده میشه درش میبینید در شعرهای ما فارسی زبان ها مخصوصا اشعار ما همشون پرش پرستشه ولی نه برای انسان برای خداست اگر تو عمر کلام ها بریم برای پرستشه بزرگتری کلمه عشقی که ما میتونیم بگیم آخرش میبینیم که این در وصف خداست اون آفریننده است که در ذاتش در ما زندگی میکنه و ما در او پس کمک میکنه پس اینکه همدیگر رو بشناسیم و وقتی همدیگر رو شناختیم میتونیم که چه توقعاتی از هم داشته باشیم ما قبل از اینکه شناخت داشته باشیم در مورد شخصیت افراد خیلی اشتباه ها میکنیم در رابطه شون حتی متوجه نیستیم چرا این شخص اینطوری داره با من برخورد میکنه و من سعی میکنم تماما درگیر بشم باش بفهمم در صورتی که اگه درک کنی میفهمی که ای بابا این تو این بکسه و تو نمیتونی یه روزه از این بکس خارجش کنی یا بتونی باهاش ارتباط برقرار کنی مگر اینکه تو هم وارد بکس اون بشی وارد اون جعبه ای بشی که اونجا اون هم هست و برای اینکه وارد بشی باید شناخت داشته باشیم پس شناخت این شخصیت ها خیلی کمک میکنه مثلا چند تا مثال بزنم برخورد مسیح خیلی جالب بود در مورد شخصیت ها حالا یک قسمت از درسمون همین قسمت هست که ما مطالعه خواهیم کرد که در کتاب مقدس چه شخصیت هایی وجود دارن شخصیت هر کس رو یه دفعه باز میکنیم یا آیه رو که خودتون میخواین حتی انتخاب با شماست میتونین از الان روش فکر کنین مثلا بگی من میخوام در مورد پولس پتروس ببینم چه شخصیتی داشتن تو ما و خود مسیح در برابر اینها چه رفتاری نشون میداد مثلا شما اگه نگاه کنین یه مثال بزنم در برابر زکا که شخصیت خیلی خوشمشربی بوده انگار خیلی هم مهمونی دوست داشته میپره بالای درخت و اونجا شروع میکنه مسیر می یه آدم وقتی میپره بالای درخت خیلی شخصیتش فرق داره با این نفر دیگه که داره همه جا رو میپاد ببینه حالا من باید چیکار باید بکنم اون اصلا یه خیالش نبود حالا میبینیم شخصیتش چی بوده بعدا ازتون میپرسم اینا بعد میبینی که اونجا که رفت بالای اولین چیزی که مسیج جواب شده مثل خودش باهاش رفتار میکنه یعنی میگه بریم خونه تو امشب مهمانی چون میدونسته اون آدم شوخ و خوشمشرب و این شخصیت رو بیشتر درش بوده پس این مسیح با هر کسی نسبت به اون شخصیت های خودش عمل میکنه پس من میخوام که این شیت صفحه سومش رو بذاریم دو تا میتونید رد کنی آیات رو هم رد کنید که دفعه قبل این آیات رو خوندیم با هم دیگه هدف رو در مشارکت و پرستش رو و بعد در مورد اینکه چجوری انسان اصلا تفکرش و شخصیت شکل میگیره گفتیم از صفر تا 16 سالگی تقریبا شخصیت نفر شکل گرفته من یه چیز رو باید اضافه کنم و دوباره تایید کنم تاکید کنم اینو که سوی تفاهمی پیش نیاد ببینید در زبان فارسی من هدفه قبلم گفتم ما کلمه شخصیت رو جای خودش استفاده نمی کنیم ما وقتی در مورد شخصیت صحبت کنیم باز خیلی اوقات استفاده می کنیم در زبان فارسی میگیم آقا شخصیت منو له کرد یا شخصیت هم از بین رفت یا زیر سوال رفت شخصیت منو یا چه بی شخصیت طرف این کلمه ها اصلا اشتباه است. ببینید شخصیت یه قسمتی از هویت شماست یک چیزیه که شما رو تک میکنه همونطور که دفعه قبل صحبت کردیم یعنی چیزی که من فرشید با این شخصیت آفریده شدم خدا این رو به من داده و با این عطایا این عطایا هم خدا میده پس هیچ کسی نمیتونه شخصیت کسی رو زیر سوال ببره یا خورد کنه اون چیزی که خورد میشه یا اون چیزی که ما میبینیم میگیم باید عوض بشه اون شخصیت نیست اون رفتار بازتاب اون شخصیته یعنی به خاطر من که شخصیت پرجوش و خروشی هستم ممکنه بازتابش عصبانیت باشه معمولا این افراد میگن عصبانی ولی اون عصبانیت اون شخصیت نیست متوجه هستین؟ پس چی شد اون عصبانیت یا رفتاری که من میکنم در ب... به خاطر اون شخصیتی که در من هست اون نیست که در واقع زیر سوال بره شخصیت من چیز زیباییه چیزی که خدا ساخته هیچ شخصیتی اشتباه نیست شخصیت های برونگرا و درونگرا هیچ کدوم اشتباه نیستن و وقتی ما داریم میگیم که من با برادر وایکم هم صحبت کردم در مورد این مسئله که باز کنم براتون اون چیزی رو که برادر وای در موعظه میگفت کاملا مشخص بود در مورد رفتارها میگفت که خدا میخواد ما رو عوض کنه نه در مورد شخصیت ها و اون کسی که میشناسه البته موعظه و ما فارسی زبانان کاملا درک میکنیم ولی اگر معنی بشه این کلمه به زبان دیگه از درک خارج میشه چون شما نمیتونید همونطور که گفتم نمیتونید مثلا بگین آقا فرشی تو ایرانی هستی رود کار میکنیم بشی افغانی امکان پذیره من تو ایران به دنیا اومدم این قسمتی دیگه از هویت منه اون بخوای یکی از اون هایی که هویت منو میشناخته اون ملیت منه شما نمیتونید بگین آقا ما رو این کار میکنیم اینو میکنیم بش هلندی البته الان شاید پاس هلندی گرفته باشیم هلندی شدیم ولی اون اصالت و ملیت همیشه توش اون که در اونجایی که به دنیا آمدی هست پس اون نمیشه عوض کرد پس متوجه شدین که فرق این دوتا خیلی مهم هست یه چند تا شید جدید هست بخواستم بهتون نشون بدم بله خواهش بدم میشه میکروفون رو داشته باشین صحبت میکنین که توی ضبط همه متوجه بشن صدا میاد اونجا نه عوض شده صحبت... صدا میاد یکم صدا نمیاد خب پس تا میکروفون رو بس کنن دو تا هنو اه... صدا بعد میخواستم من بگم که اضافه کنم اضافه کنم در ادامه صحبت شما مثل این میمونه که الان مثلا کسی اومده از ایران اومده الان پاسپورت هلندی رو گرفته شاید پاس یعنی الان اون جایی که داره زندگی میکنه عوض شده پاسپورتش رو گرفته حتی ولی چیه اون محلی که به دنیا اومده رو دیگه هیچ وقت نمیتونه عوض کنه محل تولدش جایی که دیگه ثبت شده و دیگه چه عوض نمیشه حتی توی پاسپورت هم که الان گیر بگیری که پاسپورت عوض شده ملیتت عوض شده همه چی عوض شده توش نوشته محل تولد کجاست میشه مثلا ایران یا درست همین رو مرسی پس متوجه هستین که قسمتی از هویت ما شخصیت ماست و این نیست که شما بخوایم اون رو عوض کن. ولی رفتارهایی که باستاب با اون شخصیت قابل ترمیمه قابل درست کردنه بعضی اوقات اصلا اشتباه درش میشه به خاطر اینکه ما حواسمون نیست یکی از شخصیت رو طوری باش برخورد میکنیم که اون رفتارش خیلی شدیدتر بروز میده و آدم میشه یا آدم عصبی یا عصبانی ولی اون عصبی و عصبانی بودن شخصیت طرف نیست بازم بگم رفتار باستاب اون شخصیت. اوکی okay. ما عناصری رو گفتیم بررسی کردیم که میتونه روی شکل گرفتن این شخصیت تاثیرگذار باشه یکی آی هست ژنتیک هست و همینطور ملیت هست اقتصاد هست که تاثیر داره چون شما در یه وضعیت اقتصادی این شخصیتتون یه جور دیگه شکل میگیره تا یه وضعیت اقتصادی دیگه پس ببینید تمام این عنصرها ها میتونن تاثیرگذار باشن برای شکل گرفتن از صرف تا 16 سالگی بعد بررسی کردیم که چه چیزهایی در انسان روی شکل گرفتن مغز و حافظه تاثیر میگذاره که چه قسمت هایی شما وقتی دریافت میکنین باستا به اون چیزی که مموری شما حفظ میکنین کدوم بیشتر هست حالا این آخ چقدر اینجا تاریک نشون داده میشه دو تا شیط هست که این نشون میده که چجوری یک انسان میتونه چیزهایی که از طریق حتی چشم و گوش و عقل و اینها وارد میشه یا اون حسای پنج حس حس پنجگانه من باید فارسی شو خوب بیاد بیم حواس پنجگانه که هست که بینایی هست چشایی هست و لمسایی و لامسه رو گفتیم چشیدن و شنیدن این پنج تا هستش که از اینها شما اطلاعات دریافت میکنید اطلاعاتی که شما دریافت میکنین اینها وقتی بر شما شکل میگیره تو شما کاملا جایگزین میشه وقتی که این این قسمت نشون داده از طریق خوندن اون قسمت بالا اطلاعات از طریق خوندن هست یعنی شما مطالعه میکنین دریافت میکنین بعد ادبیات هست و بعد خوندن هست بعد آدیو ویژوال چیزایی که میشنوین از گوشتون چه جوری تاثیر میذاره تو روش های عملکرد شما که چیزی بمونه تو شما جایگزین بشه حالا بیشتر توضیح میدم بعد مصاحبه ها یا بحث ها هست که اینم باز دوباره چیزایی رو تو روما ثابت میکنه که بمونه و بعد عمل کردن هست انجام دادن اون چیزی که ما یاد گرفتیم و یاد دادن به دیگران حالا چرا من اینا رو مطرح کردم برای اینکه بدونین شما وقتی یک رفتار رو یا یک چیزی رو می‌خواین منتقل کنین یا یک چیزی رو یاد بگیرین فقط با خوندن و مطالعه کردن نیست. احتیاج داره باش بحث کنین اون بیشتر شما اون رو در بحث تو بحث یادتون میمونه یاد میگیرین بعد احتیاج داره با اون رو عمل کنین و بهترینش اینه که شما اون چیزی رو که یاد میگیرین میخوای منتقل کنین یاد بدین. برای همین مسیح به ما میگه که شاگرد سازی کنین بروید و شاگرد بسازید. خیلی مهمه پس ببینید اگر میخواین شما چیزی رو که دریافت کردین منتقل کنین حالا از طریق این شخصیتی که شکل گرفته خواستم اینو در مینش داشته باشیم که چقدر جالب خدا انسان رو آفریده و بهترین روشی که شما یک چیز رو میتونید منتقل کنین و توتون ثابت بشه اینه که آخرین چیزی که هست اینه که یاد بدین یعنی شما همه این کارا رو کردین مطالعه رو کردین ادبیاتش یاد گرفتین آدیو ویژوال شنیدین در موردش دیسکاشن کردین با دیگران بعد انجامش دادین حالا به یکی داریم منتقل میکنین وقتی منتقل میکنین میدونید دیگه اون تو هستی یعنی اون چیزی که تو در واقع پیغام آور تبدیل به خود پیغام میشه پس اینا خیلی مهمه برای اینکه یه چیزی رو تغییر بدین تو زندگیتون نه در مورد شخصیت الان صحبت نمیکنم در مورد یادگیری و منتقل کردنه که چه چیزی رو مثلا من میخوام یک یک کاری رو انجام بدم مثلا میخوام بشارت بدم شما بشارت رو میتونی در موردش مطالعه کنی میتونی بحث کنی میتونی هزار تا کار انجام بدی ولی آخرین و قوی ترینش کدومه اینه که به یکی منتقل کنی وقتی منتقل میکنی دیگه یادت نمیره اون چیزا رو هی hey خدا از اون طریق شما رو هم بلند میکنه یک بعدی هست که اینم باز دوباره همین رو تایید میکنه ادگار یک پروفسور خیلی مشهور روانشناس هست که درس های میده در مورد اینکه چجوری ما رشد کنیم رشد در رفتار برای اینکه یه چیزی رو میخوایم واقعا یاد بگیریم پس اینا باز دوباره تکرار میکنه در این شید شاید اوه اینجا شاید پهن شده خیلی خوب مال من خیلی مسلسش صافتره خوندن باز شنیدن تصویر نگاه کردن از طریق آدیو و ویدیو هست شنیدن و همینطور بعد اه... اه... تمرین کردن در اون هستش تمرین و نگاه کردن اون تمرین ها دیگران هست حتی در اون مسیری که شما میخواین یه چیز رو یاد بگیرین و آخرش به این میرسه که باز شما اون رو انجام بدین و درش زندگی کنین پس این اینا خیلی مهمه من همین دو تا شیط خواستم اضافه کنم بر اطلاعاتی که هفته قبل داشتیم که متوجه بشین که اوکی که چقدر برای تغییر ایجاد کردن چه کارهایی رو سلسله مرتب باید انجام بدیم ولی این تغییر بازم میگم روی شخصیتتون نیست روی رفتار باستا به برون شخصیت رو اونو میتونین تغییر بدین اگر خوب نباشه اگر خوب باشه که پرفکت عالیه حالا ما برای اینکه شخصیت ها رو مطالعه کنیم اومدیم اول یه چهار تا شخصیت رو توضیح بدم ببخشید شید بعدی بله ملانکولی سنگوانس و کلرک ببینید این چهارتا شخصیت در واقع اون برون یا اصل و ریشه چیز هستن اون شخصیت ساز... سازنده شخصیت ما در همه این چهارتا وجود داره یعنی هیچ کس نیست که بگه آقا من توی این, این قسمت رو ندارم خون سرد نیستم یا خوشمشرب نیستم یا این همه رو دارم ولی یکیش قوی تره من تقریبا این رو وقتی که مطالعه میکردم خیلی شباهت به طیف نوری داره که دفعه قبلا بهتون توضیح دادم اون وسط اگه نگاه کنین تیف نوری رنگ اصلی قرمز آبی سبز سه رنگ اصلی هستن شما تمام رنگ‌های سفیدی که تمام میبینین ترکیبی از این سه رنگه یعنی اگه یکم رنگ و قرمز رو زیادتر کنی همین رنگ نوری که بالا سر ماست تبدیل به قرمز میشه یکم آبیش رو زیادتر کنی آبی میشه ولی ترکیب اینها به پروسنتژ مخصوص یعنی به اندازه خاص رنگ سفید رو به ما میده که میلیون ها رنگ سفید باز از اون در میاد درسته تقریبا شخصیت هم شبیه اینه. این چند شخصیت در وجود ما یک شخصیتی رو وقتی ترکیب میشن به وجود میاره به نام فرشید. برای همین خیلی تکه. شباهت‌ها ها زیاده تو شخصیت ها البته اینو بگم مثل طیف نوری نیست که میلیارد میلیون هستن ولی میشه شباهت پیدا کرد دو نفر میگین شما اه این دوتا چقدر شبیه همن رفتارهاشون چقدر شبیه همه شخصیت چقدر شبیه هم پس شخصیت ها رو میشه تفا... چیز رو پیدا کرد ولی شخصیت به اضافه عطایا و به اضافه شخص این کمپلت یه نفر یونیک و تک رو آفرید خدا که خدا برای همه اینا در واقع فکر کرده حالا ما بیاییم مطالعه می‌کنیم که این شخصیت‌ها چه ترکیب هایی در ما هست اول از همه بیایم روی شخصیت خوشمشرب این رو من به این صورت او بعدیش سلاید بعدی شاید. اینجا یه سری تکس رو من گذاشتم میتونی یادداشت کنید. میتونم من بعدا از طریق ایمیلاتون رو اگه به من لطف کنین بدین اگر لطف کنیم ما یه لیست اینجا بذاریم که شما ایمیلاتون شما بتونید زحمت بکشین رو ایمیل ها رو داشته باشیم میتونیم براتون بفرستم این تستا رو و همه این مطالب رو که خودتون میتونین بعدا یه لازم نیست اینجا یادداشت کنین ن خوشمشرب یکی از شخصیتها هست این شخصیت در واقع همون سنگونز هستش و معمولا آزمای جذابی هستند دارای مهارت‌های فردی است و دیگران رو همیشه حمایت می‌کنند، خیلی دلسوز هستن ارتباط با دوست افراد دیگه برقرار میکنن و رویه همکاری خیلی زیادی دارن و افکار و تخیلات سرزنده ای دارن همیشه در رویا پردازی هستن معمولا به اینا میگن پارتی انیمال عاشق پارتی دادن و مهمونی هم. یعنی شما هر کاری بکنین آقا بریم کباب بزنیم یا یک کاری بکنیم دور همین باشیم اصلا در از تنهایی وحشت دارن نمیگم وحشت داشته باشن ولی تنهایی رو دوست ندارن عاشق جمع هستن و برونگرا یعنی بیرون نگاه روش هاشون من این رو کاغذ خودمم خودم بیارم نزدیک ببین یکی از دلایلی که من خودم هم جز و همین گروه هستم به هم ریختگیه من اگه بدم شلوغ نم این افراد اینجوری هم شلوغ نباشه نمیتونن کار کنن اول رو به هم میریزن بعد کار میکنن ولی آدمای درونگرا اینطوری نیستن اول همه چی باید سر جاش باشه بعدا من میتونم یک کاری انجام بدم پس این اینا یه خصوصیات خاصی هست معمولا این افراد افراد خیلی کولی هستن و خیلی مثبت اندیشن اینجا یک سری ویژگی های خاصشون رو من دارم مهارت های عمل، عملیشون رو هست ارزش هاشون هست و شغل هایی که مورد علاقه این افراد هست تمام لیستش رو من نمیتونم وقت کن الان در مورد فقط خوشمشتب صحبت میکنیم الان فقط اونه من نمیخوام برم وارد بشم ببینید در زم بگم بین این شخصیت ها بعضی چیزها به خاطر درونگرایی و برونگرایی که وجود داره بعضی چیزها با همدیگه دیگه تطابق میکنه مثلا آدمایی که درونگرا هستن شک تردید توشون هست هر دوشون میخوام بگم که کاملا منفک از هم نیستن تازه اینهایی که چهار قسمت هستن چهار طیف شخصیتی در واقع ولی اینها رو دارن حالا ویژگی‌های شخصیشون رو من براتون تون می‌خونم گرمان مشتاقن مراقبن انطاف پذیرن صادقن دارای قوه تصور زیاد هستن خلاقن بسیرن و و و و و, و. بعد نمی‌خوام همه‌شو بخونم براتون چون یه لیست بلند فقط یه رو میگم که شما بله 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 حتما البته اینو توضیح بدم من یه سری از این درس‌ها رو کمک گرفتم از برادر گویک این حرف رو آماده کردن در فنلو که اصلا لیست چیز خودشو داره ریتم خودشو داره چیزایی که من با شما تقسیم میکنم چیزایی که ترجمه خودم هست شخصی و خیلی شباهت داره اتفاقا به اون درس ها در اینجا باید تشکرم بکنم از عزیزانی که این زحمت رو کشتن در ترجمه بردر که عزیز که کمک کرد که من بتونم درس ها رو بهتر حتی امروز در اینجا ارائه بدم و از منم خواهش کردم فعلا برام فیلم برداریش جایی پخش نشه تا اینکه بعدا خیلی پروفشنل میخوان این درس ها رو فیلم برداری بشه بعد شغلایی که این افراد علاقه مند هستن بهش روانشناسی هست، مشاوره مدرسه هست، مهماندار هست درمانشناس هست، روزنامه نگار هستند هستن، میزبان و کارهایی که مربوط به مهمونی و تفریح باشه اکثرا دوست دارن توی این قسمتی که میبینید خالی هست یه چیزی دستشه من خودم کشیدم برای این شخصیت رو این شخصیت یه سوال همیشه تو مغزش هست کیه؟ اون کیه؟ این سوالشه همیشه اون کیه و اون چه چیزی دستشون هست میگن این برای توه یعنی اولین کسی که برستن شخص میگن که آه یه چیزی برات دارم میخوان همیشه دیگران رو خوشحال کنن براشون خیلی مهمه نظر دیگران نسبت بهشون یعنی اگر بخواد این شخصیت اذیتشون کنی بگی از دستت خیلی ناراحتم کافیه یعنی بعدی این درس ها اینه که شما وقت نقطه ضعف های هم, هم خواهید فهمید بعدن مواظب باشین که روش درست استفاده کنید اوکی okay, الان توضیح میدم اینو البته این 12 درصد آمار خیلی قدیمیه الان 38 درصده طبق سالهای گذشته این تقریبا به خاطر این اینترنت و فیسبوک و تغییرات میگم که خیلی مهمه تغییراتی که وجود میتونه عامل شکل گرفتن باشه درصد رو زیادتر کرده 38 درصد افراد ای یک جامعه الان سنگوانس هستن یعنی خوش مشرف هستن 38 درصده و معمولا 32 درصد ای این افراد توی جامعه معلمن یعنی کار معلمی رو انجام میدن چون میتونن ارتباط برقرار کنن ارتباطات سر این افراد خیلی مهمه روشاشون اینه که عامل فعل و انفراد هم باعث میشن اتفاقی بیفته همیشه این افراد وقتی یه جا هستن یه اتفاقی میفته همیشه هم دوست دارن دیده بشن خیلی این اشتیاق و دارن و معمولا بهترین کمیونیکیشن ها رو میتونن انجام ارتباطات رو برقرار کنن با دیگران پیش همه همیشه اینا افراد دوستای خوبی هستن میتونن باهاشون دوست بشن براشون فرقی نداره با چه شخصیت دیگه ای و هر شخصیتی این افراد میتونن دوست بشن بزرگترین عامل استرس استرسشون احساس تقصیر هستش همون که گفتم یا بگی از دست ناراحت یا بهشون احساس تقصیر بدی داغون میشن تا وقتی که این رو از روشون بر نداری با این سر کله میزنن من ببینم در مورد این شخصیت چیز خاصی رو جان انداختم خیلی انعطاف پذیر هستن معمولا خیلی بخشنده هستن این افراد در برابر مشکلات معمولا مشکلات رو خیلی با خون انجام میدن ول و در ضمن همیشه شوخم یعنی در هر مواقع این افراد خوشمشرب شوخی میکنن شما نمیتونید بفهمید کی جدیه کی شوخه یعنی براتون خیلی سخت میشه که بفهمید این الان جدی گفتین یا شوخی کرد یکی از اونا خود من هستم در میگم خواهش بگم خواهش مرسی این لیست چیز خیلی ممنون برای این لیست بعد از شخصیت خوشمتشه خصوصیاتش رو گفتم تقریبا بریم سراغ شخصیت بعدی شخصیت هیجانی و پر جوش و خروش کلارک شخصیت هیجانی و پر و خروش بهترین افراد هستن برای رهبری یعنی تو هر دفتری از سازمانی اگه بخوان یه مدیر انتخاب کنن معمولا روی این شخصیت رو شما یک نفر آدم خوشمخش رو اگه بذاریم به عنوان مدیر دیگه میدونیم وضعیت اون شرکت چی میشه مهمونی به پشت مهمونیه هیچ کس هم هیچ کاری نمیکنه ولی یک نفر کلارک خیلی شخصیت شارپی داره فقط go to the point یعنی میزنه به هدف و معمولا این افراد هم میتونن شاد و خوشمشته باشن چون برونگرا هستن میبینیم که تفاوت چیزاشون شباهت هایی بعضی اوقات دارن توی این شخصیت ها در شرایط بحرانی خیلی خوب عمل میکنن بعضی اوقات انقدر فوکوسشون روی هدف هست اصلا فکر نمیکنن و حالا با توضیح میدم چه جوری چه اتفاقی میفته یک مثال رو میزنم براتون باز میشه که اصلا فکر نمیکنن که چی که این طرف در چه وضعیتی هست چون اون هدف رو بیشتر فوکوس هستن روشون پس میتونن با فوکوس بودن شدید یعنی متمرکز بودن به هدف از روی خیلی ها رد بشن ب... ترمز ندارن این افراد خیلی سخته همیشه باید ترمزشون رو بکشی اگر نکشی ممکنه تا جایی پیش برن که خیلی سخت باشه برای دیگران که باهاشون بتونن بتازن من اسم این افراد رو معمولا میذارم اسبایی که رم کردن برای اینکه برسی بهشون آمرومشون کنی بعد اول خودت سوار یک اسب کرده بشی تا با اینا برسی یعنی خودت هم باید با همون شتاب بری جلو تا بتونی هی حالا وایسا با هم بریم پس این خیلی مهمه که تنوع رو خیلی دوست دارن بعد روشاشون حلال مشکلات و مذاکره میکنن یعنی همیشه میخوان یه مشکلی رو حل کنن یه مشکلی رو بردارن هدفشون اقدامه یعنی دوت الان انجام بدیم چیکار کنیم یعنی کاری ندارن که اصلا با یه مطالعه باید بشه تحقیق بشه نه الان این کار رو باید انجام من نمیدونم باید انجام بشه و کارهای روتین و روزمره رو بزرگترین عامل استرسشونه یعنی افراد رو مگه میخواین بهشون بگین که اذیتشون کنیم بزنین یه کاری که تکراری باشه انجام بدن البته شخصیت اول هم همینطورا خوشمشته با به اضافه کلارک نمیتونین شما بذارین روی این اتوماتیک ماشین سازی هستش دست رو شما یه نواخت فصل میکنی یا یه چیزی رو توی تلویزیون باید یه مداری رو کار بذاری دیدین یه دستگاه میاد هی باید شما همون کار ادامه این کار یک نواخت کاملا اونا رو از بین بره یعنی اگه یک نفر مدیر یک شرکت باشه بخواد استخدام کنه برای این کار باید بدونه که این دو نفر به درد این کار نمیخورن چون بعد از یه مدت میز و تک خواهند کرد و مشغول به کارهای دیگه میشن یا اینکه این, این مدار رو یه نگاه میکنم که حالا اینوری بذاریم چی میشه <تص> چون تفاوت رو دوست دارن برای همین بهتره که این افراد رو توی این مسائل قرار ندیم حالا در کنار اینکه دارم این توضیح میدم خیلی جالبه به عنوان یک شبان یک مدیر یک مشاور و به عنوان یک نفر که شما یه گروه خانگی دارین نگاه بکنید میبینید که شما با شناختی که الان پیدا میکنین حتی اگر این تست رو به افرادی که تو گروهتون هستن بدین یا خودتون تست شده با این شناخت ببینید چقدر شما میتونید دقیقاً افراد سر جای خودشون قرار بدین نه یه جای قرار بدین که آزار ببینن یا اذیت بشن مثلا یه حالا میخونیم افتید که خون سرد هستن که شما یه کاری رو بهشون پوش کنین استرس بدین بهشون آقا این فردا باید آماده شه فلان بشه طرف میذاره زمین گیواب میره واسه خودش یعنی تعطیل ولی وقتی که شما بدونید که این شخصیت شخصیتی که باید یواش یواش چیزی رو بعد بدونه دقیقاً آنالیز کرده باشه همه جاشو بدونه بعداً میتونه این کار پس این چقدر کمک میکنه حتی در ارتباطات حتی در یک خانواده میخوام بگم شما با فرزندانتون وقتی روشون کار بکنین، میبینی که ای این شخصیت روش خیلی قویه بعد این خب این شخصیت قوی رو من چجوری میتونم تعادل روش کنم که رفتارهایی که بازتاب به اینه رفتارهای زیبایی بشه یه نفر کلارک میتونه آدم خیلی عصبانی باشه همیشه عصبی به نظر برسه هر کی هم میگه می میگه اونو میگی خیلی عصبیه خیلی داد میزنه متوجه این اینا رفتارهایی که بازتاب اونه و اینا وقتی شناخت شما داشته باشی میگه ای این شخصیتشه اینو برای اینکه عوض کنه این رفتار رو روش کار کنه ولی این از اون ریشش رو پیدا میکنین وقتی ریشه رو بدونین دیگه توقعتون اصلا یه چیز دیگه میشه نسبت به این چون میدین از کجا داره میاد پس افراد کلارک این خصوصیات رو دارن از چیا؟ نه اون خوشمشتبه خیلی شوخی میکنه ولی کلارک خیلی جدیه اصلا شما با این که با کلارک یا کسی که هیجانی و پرجوش و خروشه شما نمیتونید شوخی کنین یا اصلا پارتی زیاد دوست ندارن میرن مهمونی ها یه کاری انجام میدن تو مهمونی ولی اون خوشمشربه نه همه کار میکنه ولی ممکنه به هدفی هم نداشته باشه فقط میکنه که دیگران خوشحال بشن ولی این شخص نه این شخصیت میاد وقتی میخواد حتی مهمونی میده مهمونیاش با هدفه افراد رو با هدفی رو انتخاب میکنه برای مهمونی وقتی هم که با هر توی مهمونی شروع میکنه کار انجام دادن یکی از این شخصیت ها بعد خودمون هست میبینید تو ما هر موقع کنفرانس داریم ده تا کار دیگه توش انجام میشه همه هدف میاد با. اصلا انگار یه بوم انداختن منفجر شده و همه باید بودوان که انجام بدن این شخصیت خیلی قوی رهبره و خیلی عالیه یعنی موسا یکی از همین شخصیت ها بود که شاید در اینجا در لیستی که من دیدم تهیه شده جای شخصیت موسا بیشتر اینجاست موسا رایت right تو the point بود خیلی خشن میدین از کجا میشه فهمید خشن بود؟ نه؟ که یه نفر رو کشت کرده تونه؟ عصبانی شد سریع به غیرت اومد داشت یه نفر به قومش توهین میکرد کشتش این نشون میده یه ره شوخی نداره پس ببینی؟ تواده ولی این کار یه نفر دیگه ده فرمان رو زد زمین ببینید ببینی چقدر جالب میشه با من میدونم بعد از این درس ها شما اصلا یه جور دیگه کتاب مقدس مطالعه میکنید یه یه سیستم جدید دیگه دیده دیگه من به خودم وقتی این درس رو کم کردم باستم خیلی جالب بود شخصیت داشتن حتی اون دختری که توی اون به اسارت رفته بود که چقدر اون متمرکز و برونگرا بود و تونست به موقع برای چیز اون فرمانده ای که چیز گرفته بود اه اه جزام گرفته بود و اومد گفتش به اونها ببین یه نفر هست اونجا اینجوری اینجوری میتونه این شخص بره پیش اون براش دعا کنه و شفا پیدا کنه در پادشاهان باب 14 هستش و این داستان وقتی می خونیم میگه چقدر شخصیت ها جالبه اون فرمانده ها. یه فرمانده این شخصیت خشنشو میبینی بهش گفتم باید بری تو رود اردن گفت یعنی چی من باید برای چی برم رود اردن مگه اینجا رود دیگه ای مثلا نیست این نزدیکی ها که من ببینید این عصبانیتشو نشون right to the point دقیقا، میبینید اصلا دیداتون نسبت دینا، پس ویژگی‌های این اشخاص جذاب هستن آه، این سوال خیلی خوبیه بهترین شخصیت، میدونید چیه؟ بهترین شخصیتی که چهار تا شخصیت در شما باشه و به موقع استفاده کنیم. حالا بهتون، مطالع اینو مطالعه می‌کنیم در برابر هر کدوم از این افراد ببینید ما به خاطر اینکه توی این دنیا بودیم، پدره آسمانی وقتی مسیح به دنیا آمد از نطفه انسان نبود پس اون ژنتیک و اون چیزهایی که بعد گرفت کاملا کامل بود برای همین میگه انسان کامل شد یعنی بین انسانها انسان بی نقص کامل بود بدون گناه بود پس بنابراین این شخصیت ها رو حتی در مسیح هم میبینید عصبانیت مسیح رو میبینید میبینید دلسوزیش رو میبینید بعد خون سردیش حالا مطالعه میکنیم بعداً بعد سوال خیلی خوبی بود با هم این رو اتفاقا مطالعه خواهیم کرد و با هم از سوال میکنم روش فکر کنید که کجاها کدوم شخصیت و مسیح نشون داد ببینین اینا هیچ کدوم صد درصد نیست اینا بیشتر دیده شده متوجه هستین یعنی بیشتر این خصوصیات هم. مثلا الان من میبینم که توی قسمت آدم هیجانی و, پرخوش و پرجوش و خروش حتی شوخ, شوخ هم نوشته این افراد میتونن شوخ باشن ولی بله بله دقیقا آره ببینین در زم بگم بهتون من از اولم گفتم این چهار تا شخصیت همه در شما از ممکنه دو تاش قوی تر باشه مثل یه نمودار میمونه شما چهار تا عنصر هست از این مثلا 25 درصد داری از این 25 درصد از اون یکی مثلا دو درصد از اون یکی 48 درصد ببینید چی میگم وقتی اینا رو کنار هم میذارین متوجه میشین که 100 درصد من این 48 درصد یه قوی تره یعنی ولی اونا رو داره اینطوری نیست که شما بگین که آه من من فقط اینم اگه یه نفر فقط یه چیز باشه خیلی وضعش خرابه یعنی خ... کاملا نارمال میشه به خاطر اینکه شما فقط فکر کنین یه نفر فقط رایت تو پوینت باشه یعنی شما اصلا نمیتونی باشه حرف بزنی اصلا شوخی نمیتونی بکنی و در ضمن زم... هر چی بگی باید هدفمند باشه آقا چرت بگی؟ چرت بگی؟ یعنی همه رو له میکنه حتی به خاطر اینکه کاملا توی بکس خودش میخواد به اون برسه و حتی اون که فقط شوخ باشه اگه اونایی دیگر نداشته باشه چی میشه یعنی زندگیش کاملا میشه پارتی و مشتاقن این افراد خیلی شجاع هستن دوستانه هست برخورداشون بدون ترمز هستن معمولا رقابت میکنن ماجراجو هستن این افراد بی سبرن بی پروان قابل اعتماد هستن ریسک میکنن شدید بعد شغل های مورد علاقه شون هست ارتباطات تولید کننده برنامه های تلویزیونی میتونن معلم رقص باشن معمولا معلم هستن این افراد چون که اون چیز دارن اون سوره که منتقل کنن پرچوش و خروش تو باید میکنم آره چهار درصد اینها معلمن ولی به خاطر اینکه رایت تو دی پوینت هستن البته بزن اینجا تصحیح شما نوشتم اینم چهار درصد درسته 4 درصد به خاطر اینکه معلما بیشترشون از سنگ و میان خوشبخت با که ارتباطات باید بقرار کنن این افراد درصد کمتری معلم میشن ولی معلم میشن چرا منظور از معلمی شاید اینم باید باز کنم اینجا معلم در مورد مدارس هستا این که نوشته معلم نه اینکه معلم این افرادی من معلمی رو که اینجا میگم معلمی توی مثلا یه ارگانه به عنوان یک رهبر اینجا اینجا دوست دارن معلم الان اینجا نوشته مثلا معلم رقص یعنی توی گروهی رو داری اونا رو هدایت میکنی احتیاج نداری با گروه رقصت ارتباط دوستانه برقرار کنی یا بخوای باهاشون مثلا چیز کنی میخوای یه رو یادشون بدی نتیجه بگیری لیدرن دقیقاً بعد دلال خوبی هستن مجسم سازا، خیم شبازها، تررا، و و و معارت های اونها تعمیر کننده، فروشنده سخنورهای خیلی خوبی هستن خیلی خوب سخن میگن این افراد و مذاکرات خیلی خوبی رو انجام میدن و در بحران ها کمک های خیلی خوبی هستن ولی وقتی مشکلات دارین با این افراد میتونید خیلی از مشکلاتتون رو حل کنید ارزشاش ارزشهاشون عمل و آزادی و با تنوع هیجان و و و و اینا رو من نمیخونم همه رو فقط سه تا چیز مهمو براتون میفرستم اینا رو آره حلال مشکلات هم مذاکره کننده گفتم هدفشون اقدامه و بزرگترین عامل استرس این افراد گفتیم کارهای ریتمیک هستش رنگ یعنی من یادم رفت اینو توضیح بدم این در واقع عنصرها رو هر کدوم رو یا شخصیت ها رو من یه رنگ خاصی بهشون دادم که خیلی جاها تایید شده این رنگ خیلی جاها نشده همه رنگ های متفاوت دادم. ولی یه رنگی که مشخص کننده این افراده مثلا اون اف... فرد اولی رو خوشمشته رو رنگ زرد رو رنگی که شادی میاره روشن و همیشه میخواد دیده بشه لایت دیگه در موقع و رنگ این افراد چیه قرمز آفرین البته اون گوشه فکر کنم من لو دادم البته خوب نیفتاده ولی اون کاراکترا رو می‌شناسین حتما حالا یه تیکه از این فیلمش هم می‌بینیم این اگه ندیده کسی نگاه کنه آره بعد می‌ریم سراغ شخصیت بعدی منضبط و دوراندیش منضبط و دوراندیش متفکر محافظه کار من دارم اینجا یوب. Yeah. ببینید منضبط و دوراندیش اینها افراد درونگرا هستن در واقع این دو تا شخصیت بعدی یکیشون منضبط و دوراندیش فلگماتیک بهشون میگن آیا بر قبلی رو نمیدونم روی قبلی هست آره روی این دایره بالا سر اینها اه... کلارک نه 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 رو هر کدوم از اینا من خالی گذاشتم خودتون کنین اه... توی فکرشون میدونی چیه؟ کی باید انجام بشه چه وقت؟ توی فکر یک کلارک که مدیر هستش همیشه اینکه که آقا کی انجام بدیم؟ چه وقت؟ این, این شعارشونه در واقع برای شخص بعدی منضبط دورندیشو میشه بذارین؟ بعدی؟ برای درس شاین؟ بله؟ خیلی مهمه که به هدف برسن میدونین زمان شاید طول که ولی میخوان سریعتر به هدف برسن بله منضبط و دورندیش این افراد هم میبینیم باز 56 درصدشون معلم میشن اینا فقط برای اینکه یه اطلاعاتی داده باشم بعد 20 درصد در واقع این 43 هم کمتر شده الان افراد منضبط و دورندیش خیلی کمتر شدن الان به خاطر اینترنت این تغییر ایجاد شده میدونستین این آماری که من اونجا نوشتم مال قبل از تقریبا 2000 و 2001 مال اون زمانه ولی بعد که اینترنت اومد کلا تاثیرگذار بود حتی رو شخصیت بچه ها که شکل بگیره به خاطر اینکه الان فکرهاک دوراندیش بودن خیلی کمتر شده افراد خیلی سریع دوست دارن کارا رو انجام بدن اتوماتیک میان تو اون شخصیت های دیگه رشد میکنن قرار میگیرن تا این این افراد وفادارن به قوانین و, و معمولا قوانین رو انجام میدن خیلی مرتب یعنی شما تو دفتر کار این افراد برین تا نگاه بکنی میفهمین اوکی این این شخصیت کاملا مشخص شد فلگماتیکه همه چی باید سر باشه یعنی شما اگه برین مثلا این رو حتی از اینجا بردارین اینجوری بذارین تا بیاد میگه که کی دست داده به میز من و کی چی کار کرده این این اینجا نبود میدونید اینا خیلی براشون مهمه این افراد یه جورایی برای اون حسایی که سنگوانز هستن این افراد تقریبا میتونن کنار هم قرار بگیرن خیلی جالب میشه همش هم درگیری دارن. رد میپرسید چرا مثلا این زن و با هم درگیریشون زیاده بابا اگه اینا رو بفهمیم میفهمین چون این تو شخصیتش اینه دوست داره این مرتب باشه تو دوست نداری هر دفعه میای اصلا این آزارت میده خب این این نشون میده که ایشون منضبط و دورندیش هستش و خصوصیاتی که اینجا داره درست اینها افراد وظیفه شناس هستن خیلی بی نهایت قابل اعتمادن با, تغییر مش... با تغییرات مشکل دارن همونطور که گفتم و این افراد رو خیلی راحت میتونید تو کارهایی که مداوم تکراریه بذاری چون تغییر رو دوست ندارن دوست دارن یه کار رو انجام بدن یعنی خیلی نکته سنجن خیلی دقیقن و میگه چیزی رو که نشکستی این شعارشونه لازم نیست درستش کنی روشاشون رو حفظ کرد حفظ میکنن روشای خودشون رو یعنی میبینین همین که شما میگین یه چیزی رو که توشون میفته جا دیگه همینه حالا شما بیا ایشون از این ریتم در بیار یعنی حسابی کلافه میشه اگه بخوای از ریتمش خارج کنی این شخص باید نباید رو میبینن بله میتونن من البته در مورد مرد و زنش هم آمار هست که خوب صحبتی کردین شاید دفعه بعد این رو بیارم براتون که چند درصد از مردا یا زنا بیشتر کدوم خصوصیت ها رو دارن ولی چون این میگم این چهار عنصر در همه ما وجود داره هیچ وقت نمیشه ثابت کرد که این بیشتره متوجه هستین این آماری که میبینینم آمارا نمیتونه ثابت باشه به خاطر اینکه یک چیزیه که در هر کسی فرق میکنه شما ممکن الان تو این جمع آمار بگیریم ببینین که ما الان مثلا تعداد افراد برونگرا بیشتر داریم تا درونگرا شاید یکی باشه بعد این آمار دلیل بر این تمام دنیا نیست متوجه این ببینین برونگرا و درونگرا برونگرا بیشتر به خارج فکر میکنن نظر دیگران براشون خیلی مهمه محیط اطراف خیلی مهمه درونگرا ها نه تو خودشونن داخلشون چی میگذره خیلی مهمه این افراد برونگرا دوست دارن در جمع باشن درونگرا ها که الان ایشون این هم هست اینا دوست دارن تنها باشن تو مهمونی ها تنها نشستن و نمیتونن اصلا چیز کنن مشارکت خیلی سخت میکنن با دیگران ولی وقتی که دوست میشن خیلی عمیق دوست میشن این افراد درونگرا در این گراها دوستای دیر دوست میشن ولی دوست میشن خیلی دوست میشن و آره دوستاشون تعدادش کمه ولی خیلی عمیقه نه اینا خصوصیت های خیلی خاصی هست همیشه از نظر اجتماعی خودشون رو مسئول میدونن به ساختارها و استراکچرها خیلی اهمیت میدن مثلا اگه بیان اینجا بیان صندلی اینجوری شما همه رو به هم بزنید دوباره میان صاف میچینن چون این ساختار رو جا افتاده واسهشون اهمیت میدن و خیلی وابسته میتونن باشن این افراد منضبط و دورندیش میتونن مفسته باشن و همینطور شکاک خیلی هم میتونن شکاک برای همین افراد منضبط دورندیش همیشه آنالیز میکنن همه چی رو میخوان سر در بیارن مطالعات زیادی میکنن بعد همیشه یه لیست دارن دستشون اونجایی که میبینین دستش آره تو دو لیستشون همیشه دستشونه فرم خالی میبینن دوست دارن پر کنن رو زمین نمیتونن بذارن بمونه دوست دارن اون لیست رو پر کنن یه چیزی برنامه ریزی کنن امروز برنامه چیه این سوالشونه ولی از سنگوانه به پرسی برنامه چی میگه باز این شروع کرد برنامه چی آقا بزن بریم چی بیش آید خوش آیده. ولی اینجا نه اینجا دیگه این حرفا شما باید برنامه داشته باشید پس اگه با این افراد میخواین کار کنین در شرکتتون استخدام کنین یا باهاشون همکاری کنین بهتره که خودتون رو توی استراکچر برنامه ریزی قرار بدین تا بتونین نتیجه خیلی عالی بگیرید متعادل کننده اهل ادب و رسوم آداب و رسوم هستن که روششون این هستش هدفشون متعلق بودنه و سوالی که تو سرشون هست اینه که چی میشه حالا این سوالشونه یعنی اینکه دوست دارن باید به یک جایی متعلق باشن وابسته باشن اون وابستگی توی چیزشونه حالا وابستگی میدونیم به چیه وابستگی میتونه به ساختارها باشه یعنی به اون اصولی که شما بهشون میدین رو اون پایبند هستن وابستن به اون اصول حالا وابستگی منظوری نیست که مثلا طرف وابسته است به من شخصا وابسته به مسائل هستن متوجه هستین جوابگو هستن و همینطور نسبت به چیزی که شما فرمی که بهشون میدین همون رو تحویلتون میدن یعنی نمیرن خارج از محدودیشون فهمیدی؟ این پس وابستگیشون نشون میده چه نسبت به ساختارها و چه نسبت به زندگیشون دوست دارن همیشه اون ساختاری داشته رو اون ساختار وابستن معمولا بله میتونه و اگه شما این رو درتون بیشتر باشه میتونید در یه جایی موفق باشید بزرگترین عامل استرسشون اختشاش و در هم ریختن همونطور که گفتم شما کافیه میخواین اینا رو اعصابشون خرد کنین یکم دور و برش کنین میبینین که طرف به هم ریخت میفهمین که آه اینه خودشه فلگماتیکه پس دوستای خوب و ابدی هستن عاشق لیست درست کردن هستن رنگ این افراد سبز سبز آره چرا سبز چون که خیلی مشوقن آرومن و چون ساختارها رو دوست دارن همیشه اون رشد رو دارن همونطور که گفتین خیلی خوب رشد میکنن و برای این رشد من این کره رنگ سبز رو براشون انتخاب کردم بعد ببینیم از ویژگی هاشون رو نمیدونم خوندم یا نه آماده هستن همیشه خیلی دقیق هستن حساسن وقتشناسن وفادارن متعادلن منظمن مرتب و مراقبت کننده وظیفه کننده مؤثر و منصف مدد کننده و همکاران خوبی هم هستن در زم مهارت های عملیشون هست سازماندهی میکنن نظارت کننده های خوبی هستن هماهنگ کننده های خوبی هستن حسابدارای خوبی میتونن محاسبه کننده بله و تسریع کننده تولید کننده و نتیجه گیر هستن نسبت به مسائل میتونن مدیر خوبی باشن این افراد هم همینطور ارزش امنیت نظم احساس مسئولیت داشتن تعادل سازماندهی هست و وابستگی که گفتم قابل اعتماد بودن اطاعت هست دقت هست حس و همکاری کمک کردن دیگران بله صداتون از بالا پایین هم میاد در زمین شغلای مورد علاقه شون پزشکی معلمی پرستاری قاضیه و برنامه ریزی مالی وکیل مدیر اینا افراد اکثرا وکیل ها اینطوری هستن. شما دفترشون من وکیل ندیدم که خیلی به هم ریخته باشه اکثرا اگه نباشه اگه به هم ریخته باشه نمیتونه وکیل بشه باید خیلی مرتب باشی. بعد جنگلبان. مامور بیمه که میتونن چی میگن مو رو از ماست بیرون میکشن که آقای این پولو بدیم یا ندیم مامور بیمه بله دقیقا خیلی تلفون چی متخصص بهداشت به و, و و و و یه لیست بلند بالا دارم مثلا که بله ساید. چی نه هیچ هم اینطور نیست هیچ هم اینطور نیست میتونه در عین حال چیزم باشن خب من چند تا از این کپی دارم نه در مورد برابر مشکلات خیلی تشخیصشون در مورد تضادها خیلی خوبه یعنی اون چیزهایی رو که باید ببینن تو مشکلات خیلی زود میبینن تشخیصشون خوبه این افراد میتونن تو مشکلات بسند مددکارهای خیلی خوبی هستن و و و و کنم تا اینجا کافیه این شخصیت هم مرور کردیم با هم بریم سر متفکر و محافظ کار بله این شخصیت شخصیت خیلی خونسرد و کولی هستش ریلکس این شخصیت معمولا اه اه خیلی ریلکسه بعد در مورد مسائل سریع جا نمیخوره آره <applause> آره همیشه این سوال تو ذهنش هست چرا آخه چرا این افراد اهل دید و رویا هستن اسم انگلیسیشون در واقع ملانکولی هست ما شاید فارسی میگن مالی ولی مالی خولایی در فارسی این هم یکی از اون کلمه هاییه که واقعا اشتباه تلفظ شده ای چقدر بعد؟ برای تعمید اینجا لازم دارن اوکی متاسفانه به ما پنج دقیقه دیگه بیشتر وقت ندادن بله من مجبورم اینو خیلی سریع هر چیز کنم جمع کنم این افراد آنالیست خیلی چیزی هستن قوی هستن یعنی تنت تصمیم گیری میکنن و اینها حالا من اینو وسط رو میفرستم بعد مطالعه کنین روشاشون اهل دید و رویا هستن هدفشون صلاحیت و شایستگی است همیشه میخوان صلاحیت خودشون رو نشون بدن و بزرگترین عامل استرسشون عدم صلاحیته یعنی شو بگن تو به درد این کار نمیخوری اون یکی عدم چی بود احساس تقصیر بود اولیه ولی این عدم صلاحیته یه کم فرق دارن با هم اون احساس تقصیره نیست اینجا اینکه من باید یه کاری بکنم و روبت من نمیخوام اینو دیگه چیز کنم ادامه نه 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 من فکر کنم که ما الان بعد از این خب اسلاید های بعدی رو میتونید زودتر بذاریم ردشم، هیجان اینا رو خوندیم با هم دیگه اگه نگاه کنی خوش مشرب و آیا این فیلم رو گذاشته که زودتر اومد البته میتونید فیلم رو بذاری الان البته الان فیلم نیست اجازه بده قبل از اینکه فیلم بیاد عکس آتش سوزی هست اینا رو اگه نگاه کنیم من توضیح دادم همه رو این اسلاید هم من براتون میفرستم اینجا البته عکسش واضحه نیفتاده یه ای آتش این چهار شخصیت میرسن میخوام براتون توضیح بدم که حالا این شخصیت ها نسبت به این یه خونه ای که آتش گرفته چه عکس عملی نشون میدن عکس شخصیتی که خیلی خوشمشرب هستش اولین کاری که میکنه آتش میبینید این چی میگه میگه عجب کبابی بزنیم ما روی این آتش حالا خونه یارو داره میسوزه شخصیت هیجانی میاد میگه که هی بدو این یکی بره آب بیاره اینو باید خاموش کنیم سری بدو این بدو یکی هست که اونجا داده داده بیداد میکنه حالا فکر کنه یه نفر دست نداره وایساده اونجا میگه تو چرا وایسادی برو یه صد آب بردار بیار بعد اون یکی میزنه بهش میگه که هی اینی که داری بهش میگی دست نداره میگه اوه چی کار کردم میدونی شخصیت هیجانی متمرکز روی چیز نگاه نمیکنه افراد دست ندارن بعضیشون یه چیزی میخواد که نمیتونن انجام بدن بنابراین چیکار میکنه میزنه همشون میکنه یک داستانی بود البته این یه جا اتفاق افتاد توی کنفرانسی بودیم یه برادری اصرار داشت میگفت همه رو مت... باشون باهاشون مصاحبه میکرد بعد تعمید میداد تو مصاحبه ازش سوال میگم گفت شما کلام خدا رو میخونید گفتش یه نفر گفت نه بعد گفت من اینو تعمید نمیدم چون رو هدف فکر میکرد دیگه فکر نمیکرد که چیزای دیگه ممکنه بعد یکی اومد گفت بهش ببین ایشون که میگه من نمیخونم اصلا سواد نداره برای خوندن <تص> چی شد؟ راستش واقعا متمرکز رو هدف این شخصی که میخواد حرف بزنه، حواسش نیست که داره کسی که جلوشه کی هست چی هست چون میخواست اون نتیجه تعمید خوب بگیره و اون شخص بعدی که میرسه اون شخصی که عاشق لیست درست کردنه فلگماتیکه میرسه میگه آه نه ببخشید آره آره اون میرسه میگه که ببینین طبق مطالعات حالا خونه داره میسوزه ما 3566 تا ظرف لازم داریم که 5 لیتری باشه اگه 800 نفر داشته باشیم از چشمه اونجا که یک کیلومتر فاصله تا اینجا به ردیف بغل هم وای بسن ما میتونیم در عرض دو روز و نیم این آتیش رو خاموش کنیم ای نه اینا همشون با هم به درد میخورن. این اشتباه رو تفکر شما میخوام کاملا عوض بشه هیچ کدوم از اینا پایین و بالاتر نیست همشون لازمن شما اگه دقت کنین اگه اونی که حساب کتاب میکنه نباشه اونی که هیجانیه میگه بکن 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 نمیفهمه که داره چیکار میکنه ولی این حسابگره میتونه بشه الان من اینطوری میکنم یکم اگزاجره دارم میکنم ولی میخوام بدونی که همه اینا لازمن و بعد نفر بعدی که میرسه اون یخیسی خیلی کول cool است البته رنگ آخری هم آبیه در بهتون بگم خیلی کول cool. سرده نفر بعدی که میرسه میگه که وای یه چیزی بهتون بگم شما فکر نمیکنین اگر با این آبا و با این مدیریت و کاری که میکنین اگه این آتیش رو خاموش کنین بیمه پول شما رو میده یا نه فکر کنی خونه طرف داره آتیش میگیره یکی این یکی ای 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 تو فکر ریلکس اومده به فکر اینه که من فکر کنم پول بیمه تون اگه اینطوری که این میگه خاموش کنی بابا اون داره خب من اینجا تمام میکنم این درس فقط کوتاه یه فیلم هست میخواستیم ببینیم که البته باید چراغ رو خاموش کنیم فکر کنم کیفیتش خوب نبود من فکر کنم فیلم رو بعدا هفته دیگه میذاریم میبینیم من هفته دیگه نیستم و تستی رو که مربوط به شخصیت هاست میخوام بدم به یه نفر بهتون بده این تست رو و اون تست رو با هم پر کنین خیلی ساده است شما انتخاب میکنین بین نکاتی که نوشته شده که من بیشتر کدوم هستم مثلا نوشته هیجانی متحرک انتقاد کننده یا چی شما فکر کنید تو مسائل که پیش بیاد در کدومش بیشتر هستین مثلا انتقاد کننده علامت میزنید بعد اون فرم است دیگه ای داره اونم پر میکنید و بعد نتیجه گیری میکنیم هفته بعدش که من میام یعنی دوم هفته بعدش که من میام چیز میکنیم نتیجه تست رو با همدیگه دیگه نگاه میکنیم و بقیه درس رو در عطایا خواهیم داشت این نکته پس اینم گفته باشم چی مونده یه کاری رو میخواستیم اینجا انجام بدیم که خیلی سری نمیشه می‌خواستم به هم دیگه الان بگین که شخصیتتون به بغلی چی هست خیلی سری شما فکر می‌کنید خودتون چی هستی به بغلیتون بگین خب اوکی ببینین فرق و همین در همین گفتن خیلی شخصیت مشخص میشه خواهم من گفت من نمیتونم الان بگم میدونی این نشون ولی میخوام بگم که برونگرا هستین شما یکم ببخشید درونگرا هستین چون میخوای مطالعه کنین اول آنالیز کنین ببینین حتی تو این برخورد کوتاه الان که اینجا بلند شیم مثلا من بگم بریم بیرون پازه هست اونا قشنگ مشخص اون کسی که هدفمنده هیجانی است اولیه صاف میره سر کافی ها کافیشو برمی داره اون یکی که چی میگن خوشمشته بس. از اینجا تا دم کافی یه ساعت طول میکشه بره چون با همه باید سلام علیک کنه به این حرف بزنه به اون کار داره به این کار داره. اون یکی که چیزه میگه که سب کنم اول ببینم خلوت شد بعدم میگه میره یه گوشه خلوت فرگمنتیکه پس ببینین تمام حد حرکت های ما نشون میده که کدوم شخصیت در ما قوی تره و در ضمن همه اینها رو خدا داده و همشون عالی هستن ولی در جای خودشون باید به کار برن پس دقیقاً مثل پازل میمونه. ببینین اونها بازتابی از از این شخصیت هاست مثلا اون کسی استرس داره میتونه بیشتر درونگراها ها میتونن استرس داشته باشن به خاطر اینکه همش نگرانن که چی میشه سوالاشون مشخص میکنه یا میگه چرا یا میگه چی خواهد شد ولی اون دو اولی استرسشون خیلی کمتره چون که میگن آقا چی کار باید بکنیم این مال توه یا میگفت چی چه کار باید کرد چه کاری انجام باید چون فوکوسشون رو عمل کرد هاست برونه هیچ وقت استرسشون خیلی کمتر استرس میشن ولی اون کسایی که در اون گروه هستن زودتر استرس میشن پس حتی شما میتونید تشخیص بدین توی باز دو... توی قسمت های مدیریتی که کدوم افراد کجا قرار بدین که در اون استرس ها قرار نگیرن یا دپرسیف حتی نشن م... ببینین متغیر نمیشه بهتون بگم شخصیت شما شک گرفته شما نمیتونین این چیزی که شک گرفته اگه میخواین روش کار کنین بچه های شما بهترین هستن که میتونین روش شخصیتشون کار کنین بین صفر تا 16 شما الان بچه رو کتاب بهش بدین تشویقش کنین مطالعه کنه خیلی فرق خواهد کرد تا بچه‌ای که شما میگن آقا این گیم رو بگی بازی کن من کاری ندارم انقدر میشینن الان من دیدم اکثر بچه‌ها همشون یه دونه گیم دستشون تلفن یا چیزی شروع میکنن دگمه رو زدن خوبه اینم ولی میخوام بگم اونجا کمتر کار میکنی برای اینکه یک شخصیتی بچه رو تو روش کار کنی به اونجایی برسونی که آنالیز کنه ما چی میگن تشخیصات رو بده ساختارها رو ببینه چه جوری احترام بذاره ساختارها اینا اونجاست که شکل میگیره و بعد که این شکل گرفت شما فقط تنها چیزی که شما میتونید عوض کنید باستاب اون شخصیت شماست یعنی شما عصبانیتتون که باستاب هیجانی بودنتون نمیتونید کنترل کنید یا باستاب این که اون شخصیت خون سرده بی رو که باستا اونه همه چی رو اون رو روش می‌تونه کار کنه یکم فکر کنه به مسائلی که دور برش انجام میشه اوکی؟ okay? درسته به خاطر که روی, روی, اون رفتارها شما کار میکنی و عوض میشه اونجاست که مسیح میخواد عوض کنه آره خب، بله بله، دقیقاً دقیقا بعضی چیزها دست و می‌بنده میبنده که اون چیزی که بادین خودش رفتارهای ما رو نسبت ولی اون هست تو شما میدونین شما اونو دارین اونا نمیتونم بگم نمیدونم چه, چه چیزی بود نه اوکی okay. مثلا شما همین هیجانی بودنتون آرامش پیدا کردین این نشون میده شما کنترلش کردین ولی هیجان شما موقعی که یه مسائل پیش میاد که باید باشین و جاش هست باید باشه چون این یه چیزیه که در ما قرار گرفت خدا برکتتون بده مرسی برای توجهتون امیدوارم که این درس خیلی به شما کمک کرده باشه و پس هفته دیگه تست خواهیم داشت اگر هفته دیگه کسی نبود تست رو بگیره هفته بعدش من این تست رو خودم شخصا ازتون میگیرم اینو من براتون ایمیل میکنم البته خدا برکتتون بده مرسی خیلی ممنون